درود به همه ایرانی ها و هموطنهای خارج از کشور. من مادر پژمان قلی‌پور هستم، مادر جوان 18 ساله ای که با 5 تا گلوله توی آبان 98 کشته شد. من کنار مزار پسرمم و از کنار مزار پسرم از شما این درخواست رو میکنم. صدای ما باشین، دادخواه ما باشین. شما ها اون ورز میتونید صحبت کنید، میتونید صدا باشید. من توی شهر خودم، توی کشور خودم، توی وطن خودم به عنوان یک گروگان، نه من، تمام مردم ایران به عنوان یک گروگان هستم. شما اونور آزادید، میتونید صدای ما باشین. فقط یه سوال ازتون دارم، چجوری دلتون میاد زمانی که کنار بچه هاتون نشستین، بچه هاتون رو بغل کردین، یاد پدرها و مادرهایی توی ایران نیفتین که از بچه هاشون فقط یه قاب عکس مونده؟ چجوری دلتون میاد سر سفره های رنگینتون بشینین در صورتی که بچه ها و زن ها و مرد های وطنتون تا کمر توی سطل آشغال خمن؟ چجوری دلتون میاد آروم سرتون رو زمین بذارین در صورتی که بچه های سیستان، بلوچستان و سراوان به قتلگاه کشیده شدن و کشته شدن و جوون های وطنتون دست دست جوون های وطنتون تنها چیزی که تونستن بغل کنن خاک سرد قبرستون بود؟ چجوری دلتون میاد؟ ما از شما هیچی نمیخوایم، ما از شما هیچی نمیخوایم. ما میگیم صدای ما مردم گروگان گرفته داخل ایران باشید. ما میگیم فقط صدامون باشید، دادخواهمون باشید. ماها دادخواهیم، ماها دادخواه خون بچه هاییم که به ناحق کشته شدن، بچه هایی که به ناحق نتونستن جوونی کنن. بچه 18 سالم، جوون 18 سالم و خیلی های دیگه، فقط جوون من نبوده، خیلی های دیگه، 42 سال جوون های مملکت من تا قد علم کردن و اومدن حرف زن و بگن ما میدونیم سهمشون شد گلوله یا تنابه داد. دادخواه صدای مادر نوید افکاری باشید، صدای بهنام محجوبی. دادخواه صدای مادرای 88 باشین، دادخواه بچه های خاوران باشید، دادخواه بچه های آبان باشین، دادخواه بچه های سراوان باشید، دادخواه خانواده هایی که از لحاظ مالی انقدر دستشون تنگه، انقدر تو فقر و بدبختی هن که خودکشی میکنن. صدای اون کارگر باش که چون خجالت زن و بچه رو داره وسط پارک خودشو به آتیش میکشه. دادخواهیم ما فقط دادخواهیم. صدای ما باشین، فریاد ما باشین. ما اینجا اگه بگیم دادخواهیم یعنی مجرمیم. ما نمیتونیم دادخواهی بکنیم. خواهش میکنم از ایرانیای داخل لس آنجلس و شهرهای دیگه، خواهش میکنم حواستون به ماها باشه. فقط ما صدا میخوایم، صدای ما باشین، صدای دادخواهی ما رو به تمام دنیا برسونی. شاید گوشه ای از این دنیای خاکی، گوشه ای از این دنیای خاکی جایی باشه که بتونن صدای ما رو بشنون، صدای ما رو بشنون و به داد ما برسن و برای آزادی ما تلاش کنن و ما رو از گروگانگیری نجات بدن. ازتون فقط خواهش میکنم که صدای ما باشید.